سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. این روزها فیلم‌ها و تصاویری از فلسطین اشغالی داره منتشر میشه که همینا حامیای رژیم صهیونیستی رو ترسونده. این فیلم‌ها و تصاویر، فکر بکنید 20 سال پیش مگه دورمین نبوده؟ 10 سال پیش مگه دورمین نبوده؟ ما حدود مثلا 12 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش مگه شبکه‌های اجتماعی رو نداشتیم؟ مگه تلفن همراه رو نداشتیم؟ پس چرا الان انقدر این فیلم ها اینا رو کلافه کرده؟ چرا چیزهایی که دیده میشه به تهدید برای اینها تبدیل شده؟ رو تک تک اینها باید فکر کرد که چجوری همه چیز در سیطره توه، در دست توه، نه در یک منطقه، به وسط دنیا، ولی الان اینا برای تو تهدید شده. در شبکه های اجتماعی که قرار بود به کمک تو بیاد تو بتونی وضع رو در خیلی از نقاط دنیا مدیریت بکنی. میخوایم بریم گزارش بخونیم از واشنگتن پست و یه چند تا فیلم عجیب و غریب از غزه هست. البته فیلم عجیب و غریب این روسا فلسطین خیلی زیاد داره، ولی بخشش رو میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم چی داره اتفاق میفته. خلاصه گزارشی که میخوام برای شما بخونم اشاره ای هست به این مسئله که آقا این آتش بسی که تموم شده و حملاتی که رژیم داره انجام میده اوضاع رو برای ما بدتر خواهد کرد و برای فلسطینی ها اوضاع رو بهتر میکنه. چون اولا فیلم هایی داره منتشر میشه که این فیلم ها با افکار عمومی دنیا داره بازی میکنه، دوم من دنیا داره تناقض ها رو میبینه فارغ از تصاویر و فیلم های دلخراش، سوم من تو به هدف نمیتونی برسی، تو توان رسیدن به هدف نداری. الان من یه سوال از دوستان میپرسم که عمق فاجعه مشخص بشه. عددهایی که درباره فلسطین مطرح میکنن درباره تعداد کشته ها چقدره؟ آقا یه شهر رو ویران کردن، نزدیک 2 3 تا بمب اتمی رو سرشون زدن، 20000 تا مثلا، حالا بخوایم دقیق بگیم 20000 تا مثلا به شهادت رسوندن، درسته؟ بعد وقتی به صهیونیست میرسیم عدد چقدره؟ آقا مثلا رژیم صهیونیستی گفته است من از ابتدای درگیری ها تا الان حدود 400-500 تا از نیروهام کشته شدن، که همین هم داره دروغ میگه. 400-500 تا از نیروهاش کشته شدن، این عدد رو بذارید کنار. از نیروهای حماس چند نفر کشته شدن؟ الان ذهنتون رفت اون 20000 تا شهروندان فلسطینی هستن که به شهادت رسیدن. از حماس 40000 نفری چند تا کشته شدن؟ رژیم میگه حدود 300 تاشون رو توی بمبارون تونستیم بکشیم. یعنی رفته عملیات کرده، 20000 تا آدمو زده کشته، این شهر رو ویران کرده و شما ذهن درگیر این عددها هست و ذهن درگیر این حقایق بود در میدان در مقابل نیروی نظامی به هیچ نرسیده است. به خاطر اینه که شما وقتی نگاه میکنی افکار عمومی فرصت نداره به این مسئله فکر بکنه. واشنگتن پست وقتی نگاه میکنه میگه تو در میدان به چیزی نمیتونی برسی. تو رفتی میگه من غزه رو اشغال کردم، از وسط غزه اومده و سرتو تحویل داده. و فقط هم داری آدم میکشی، ما در حمایت از تو داریم منفور میشیم. میخوایم بریم گزارش با هم بخونیم ببینیم چیا داره مطرح میشه. میگه از لحظه که این بحث مطرح شد که آتش بس کنار گذاشته بشه، نگرانی های مختلفی برای همه به وجود اومده، به خاطر اینکه یک موزل دردناک وجود داره و اون هم این هست که احتمالاً یک موزل دردناک بحث برانگیز روبرو وجود داره که پیش روی همه قرار گرفته و اون هم اینه که ارتش اسرائیل چگونه میخواهد بعد از این آتش بسی که صورت گرفته است به اهدافش برسد بدون اینکه کودکان و زنان و انسان‌ها کشته شوند. حالا شاید یه کار دیگه بتونه بکنه. آقا یه سوال، به اهدافش الان سوال اینه ببین الان بحث این نیست که چجوری آدم کشته نشه، بحث اینه که چیکار بکنی که دنیا این جنایت ها نبینه. من حرفم اینه، من میگم اگر رژیم نمیتواند کودک نکشد یه راهکار دیگه داره. اونایی که باعث میشن فیلم کشته شدن کودکان مخابره بشه کشته بشن. اولین نفری که روز جمعه بعد از پایان آتش بس کشته شده است خبرنگار بوده. اینا نزدیک، حالا آمار دقیق و دوستان توی کامنت ها بگن، فکر میکنم آخرین عددی که من شنیدم بالای 70 تا خبرنگار رو اینا توی 50 روز به شهادت رسوندن. خونه خبرنگاره فلسطینی رو خراب کردن. خبرنگارایی که تونستن تو کرانه باختری اسیر کردن. میدونین چرا؟ چون میخواد چشم‌ها در دنیا نبیند و نشنود گوش‌ها. اینو میخواد. او در حال حاضر به این نیاز داره، این اهدافش رو این شکلی استفاده کرده. در هیچ نبردی در هیچ کجای دنیا در 50 روز 60-70 تا خبرنگار کشته نشدن. علتش چیه؟ علتش اینه که نگرانی واشنگتن پست و دیگران رو برطرف کنه. نگرانی که این فیلم ها مخابره میشه و دنیا داره میبینه و تو به خاطر حمایت از من ناراحتی، جلوی انتشار فیلم ها رو میگیرم. یه سوالی ازتون پرسیدم ابتدای گزارش و اون سوال این بود که وقتی همه چیز در دست اونهاست و شبکه اجتماعی در سیطره اونهاست و دوربین هم 20 سال پیش بوده، 10 سال پیش بوده، 5 سال پیش بوده، شبکه اجتماعی هم بوده، پس چرا الان یه چیزای دیگه‌ای داره بر علیه اونها در دنیا اتفاق میفته؟ پاسخش از زاویه خودم میگم، چون الان فلسطینی‌ها فیلم‌هایی که منتشر می‌کنن از زاویه نگاه خودشون با دوربین خودشون در لحظات خصوصی خودشونه.
یه دوربینی نیومده بگه که آقا اینجا صحنه هایی هست از نبرد، نه، در لحظه‌ای که فاجعه رخ داده اینا در حال فیلمبرداری بودن و دنیا ثانیه به ثانیه داره این داستان رو همراهی میکنه و میبینه این روایت رو. این چالشی است که رژیم باهاش روبرو شده و در تلاش هست حلش بکنه. میخوایم بریم یه چند تا فیلم با هم ببینیم قبل از اینکه گزارش رو برای شما بخونم که ببینیم دقیقاً نگرانی که صهیونیست‌ها دارن از چه جهته. فقط نکته‌ای رو لازم هست داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم. دوستان عزیز، ما ابتدای آزادی اسرا شاهد فیلم‌هایی بودیم تو این فیلم‌ها فلسطینی‌ها در حال خوشحالی بودن از اینکه اسراشون آزاد شدن. اینجا رژیم صهیونیستی گزارشش رو برای شما خوندم، توی کانالم منتشر کردم، میره سراغ بعضی از این خانواده‌ها که بهشون دسترسی داشته و تهدید می‌کنه، میگه جشن نباید بگیرید و شیرینی‌هایی که تو خونه بوده رو جمع می‌کنه. احمقانه به نظر میسه چیزی که دارم، یا دروغ یا تخیلی ها. بذار فیلم الان با هم می‌بینیم، یه خورده متوجه شید. این فیلمی که می‌خوایم با هم ببینیم بخشی از یه سریال نیست، بخشی از یه فیلم سینمایی که مثلا بخواد بگه صهیونیست‌ها بد هستن. این واقعیته. فرد رو آزاد کردن، وقتی آزاد کردن بهش تذکر دادن که رفتی خانواده‌ت رو بعد از چند سال دیدی، حق نداری خوشحال بشی. به خانواده‌اش هم همینو گفتن که وقتی دیدی حق نداری خوشحال بشی. یا بازم قانع نشدن، سرباز فرستادن تو خونه‌اش که این شاهد باشه اینا خوشحال نمیشن. فیلم با هم ببینیم. فیلم با هم ببینیم. خیلی خوب، این ویدیو رو با هم دیدیم. الان بعضی از دوستان ممکنه بگن آقا سرباز کجا بود، ما ندیدیم. میریم خونه یکی دیگه از اسرا، خوب دقت بکنید، سرباز مسلح صهیونیست تو خونه وایساده، جلوی دوربینم هست که کسی خوشحالی نکنه. فیلم رو ببینید. بله، اسیر وارد شده، خانواده نظامی صهیون وایساده، اینا خوشحالی نکنن. که صدای اینها بالا نره. ببین این چیزی که داریم میبینیم، این حاکمیت یه گروه ظالم بر یه سرزمین نیست، این بیماری روانیه که بر یه سرزمین حاکم شده. فقط یه بیماری روانی میتونه اینجور رفتار بکنه. آخه مثلا آقا شما بدتری آدمو در نظر بگیر، وقتی از زندان میاد بیرون مگه میتونن خانواده مثلا خوشحالی نکنن؟ بعد 10 سال یارو اومده بیرون، تو به لحاظ مثلا شخصیتی طرفم نگاه میکنی، به لحاظ اینکه این یه آدمیه، این یه بالاخره شعوری داره، شخصیتی داره، یه چیزی داره، 10 سال تو بدبختی بوده، تو سختی بوده، تو حس بوده. شما در لحظه‌ای که میبینی، خانواده در لحظه‌ای که میبینه ابراز خوشحالی میکنه. این همه اینها رو بعد نگاه کن، شیرینی اینجا نیست که بخوان توضیح بکنن، چون شیرینی رو جمع کرده، تهدید کرده، برخورد کرده، بعد پلیس هم فرستاده رو سرشون. صحنه هایی که این روسا از فلسطین اشغالی داره منتشر میشه از بخش فلسطینی اینه. حالا بریم فیلم هایی ببینیم از اسرای فلسطینی، هرچند شما این فیلم ها رو قطعا دیدین. ببخشید من جمله رو اصلاح بکنم، از اسرای صهیونیست. یه نمونه از این فیلم ها رو دارید مشاهده میکنید. فیلم اول که به شدت باستاب داشتین، چند وقت سلام نظامی یک اسیر صهیون، بعدی رو دارید مشاهده میکنید. بله، ویدیوی بعدی از خوشحالی اسرای زن صهیونی. و واقعا اینو من خدمت شما عرض کنم، انصافا در فیلم هایی که منتشر شده فوق العاده محترمانه نظامی های فلسطینی با خانم ها برخورد کردن، جایگاه شخصیتش، اینکه این تو محیط زندگی خودش عزت و احترامی داشته، وضعیت خوبی داشته، کسی بوده برای اینا، رو به شدت تلاش کردن نسبت به تک تک اینها رعایت بکنن. از اینکه طرف، من بدیهی ترین چیزا رو میگم، از اینکه آقا این لوازم آرایشی و بهداشتی و چیزای از این دست داشته تا نوع پوششش، همه اینا رو سعی کردن تو فضای اسارت تو این 50 روز، در حالی که خیلی از بچهای فلسطینی الان اینها رو ندارن، برای تک تک اینها سعی کردن رعایت بکنن و سعی کردن در نظر. علت اینکه میبینی فلسطینی رفته بیرون نامه میزنه میگه شما خیلی آدمای مشتی بودین و ای کاش ما میتونستیم با شما رفیق باشیم، همینه، چون چیزهایی دیدن بیشتر شبیه مثلا چون اسارت اینها به جهت کسی که معمولا میفته زندان، میخوان یا اذیتش بکنن یا تنبیهش بکنن یا متنبهش بکنن.
اینا رو برای اینکه زندان ننداختن، شبیه یه اردو شد برای اینها، شبیه یه سیاحت شد، رفتن تو این تونل ها. داستان اینا متفاوت بود. یه پستی از یکی از خانواده اسرا منتشر شده بود، من الان حضور ذهن ندارم کدومشون بوده، میگفتش که مادر من توی زمانی که آزاد بوده یه سری قرص باید مصرف میکرده به لحاظ پزشکی و اینا، اینا تجویز دارن که حتما باید بهش برسه. بعد میگه این اسیر میشه میره تو غزه، اینا نداشتن اینو در اختیارش قرار بدن، ولی وقتی مادر من اومده بیرون حالش بهتر بوده. ببین چجوری اونجا با این بنده های خدا رفتار کردن که توی غزه که این همه آدم کشته شده، این همه فاجعه اتفاق افتاد، آب تو دل اینا تکون نخوره. خب اینجا که واشنگتن پست میگه تو با یک چالش ما رو روبرو کردی، داستان همینه. چون دنیا نگاه میکنه، من فیلم ها رو میتونم ببینم، باشه تو گفتی اینا تروریستن، منو پذیرفتم، ولی این رفتاری که من میبینم به تروریستا نمیخوره. و تو گفتی رژیم خوبیه، این اصلا یه حکومت خیلی مشروعیه در خاورمیانه، باشه بازم رفتاری که از این میبینم نمیخوره به روایتی که تو ساختی و همش دروغ بوده. دروغ های اینها چیزی هست که مشخص شده پیش روی دنیا قرار گرفته و به شدت اینها رو کلافه کرده. قبل از اینکه ادامه گزارش رو ببینیم، فیلمی دوست دارم از غزه ببینیم، هرچند این فیلم ها رو در کانال منتشر کردم. دارید تصاویر رو مشاهده میکنید از کسانی که رفتن زیر یه خرابه ای، اونجا دور هم دارن زندگی میکنن. این محل حدودی خونهشونه که زیر آوار پیدا کردن. ببینیم فیلم رو. سلام علی ارض السلام. اجازه من صداشو قطع بکنم. بله، محل حدودی یک خانواده فلسطینیه، این محل رو پیدا کردن، آتشی روشن کردن زیر این خرابه، رفتن اونجا دارن زندگی میکنن. آقا دنیا اینها رو میبینه واکنش چیه؟ الان شما تصور کن اصلا حست نسبت به فلسطینی ها مثبت نیست. وقتی اینا رو داری میبینی، آزادی اسرا رو میبینی، نوع برخورد با اسرای فلسطینی رو میبینی که ابراز خوشحالی نمیتونه بکنه. ببین همه چیز مشخص است. همه چیز برای اینها مشخص است. دنیا یک بار فرصت کرد فکر بکنه درباره جرثومه هایی که بر فلسطین و فلسطینی ها خودشون رو مسلط کردن. و این چیزیه که حامیان رژیم رو به شدت ترسونده. بریم ادامه‌اش رو با هم ببینیم. میگه که توی گزارش واشنگتن پست میگه چند تا از چیزهایی که به شدت چالش برانگیز شده، یکی مربوط به فیلم‌هایی هست که از اسرا داره منتشر میشه از لحظه آزادیشون. اسرائیل بارها در جنگ‌های گذشته با معضلات مشابه روبرو بوده و قبل از اینکه ارتش اسرائیل به این نتیجه برسد که مأموریت خود را به پایان برساند، فشارهای دیپلماتیک برای توقف جنگ افزایش پیدا کرده. من نکته رو لازم هست یادآوری می‌کنم، یعنی اینجا توی این گزارش داره میگه ما نمونه‌ای داشتیم که رژیم رفته جنگیده به اهدافش نرسیده و وادار شده متوقف بکنه. وقتی میگیم جنگ 33 روزه، 22 روزه، 11 روزه، اینا شکست رژیم صهیونیستی، منظور همینه. این اهدافی رو تعیین کرد، به هیچ کدوم نتونست برسه. افکار عمومی وادارش کرد عقب بکشه. میگه اینجا هم همین اتفاق افتاده و همین اتفاق میتونه بیفته. مثال‌هایی رو زده از فجایعی که رژیم صهیونیستی درگیر شده در میدان و برای فلسطینی‌ها به وجود آورده، ولی مجبور شده در نهایت ازش عقب بکشه. بعد ابراز نگرانی کرد از وضعیت فعلی. میگه بعد از فیلم‌ها و تصاویری که از فلسطین اشغالی به دنیا مخابره شده، این سوال الان برای همه وجود داره که رژیم چگونه عملیات خودش رو دنبال بکنه که مردم با توجه به فیلم‌هایی که از لحظه آزادی گروگان‌های صهیونیستی دیدن و با توجه از چیزایی که از خوبی‌ها دیدن، خشمشون برانگیخته نشه. بعد گفته از طرف دیگه حالا مشکلات اقتصادی هم رژیم داره که با وجود همه اینها و نبردی که اتفاق افتاده، اینو تشدید شده. باید ببینیم چه جوری می‌خواد جنگ رو پیش ببره و اینها رو مدیریت بکنه. من طولانی‌ترش نمی‌کنم، این بخشی از اون چیزی هست که توسط رسانه‌های غربی داره در خصوص تداوم این نبرد گفته میشه. فقط یه چیزی رو باید خدمت شما یادآوری بکنم. قبلا هم گفتم چیزی که برای من دردآوره، چیزی که برای من ناراحت کننده است، اینه که ما انسان‌ها در این منطقه داریم در تاریخ زندگی می‌کنیم، در عصری زندگی می‌کنیم که در غرب نشستن جای گرم و نرم دارن استراحت میکنن، درباره من و شما تحلیل مینویسن. تو هیچ کدوم از این تحلیلا نمینویسه که ما چجوری باید این نبرد رو پیش ببریم که خون این ملت ریخته نشه، که اینا کشته نشن، که اینا این شکلی دردآور از بین نرن. میگه ما چجوری این نبرد رو پیش ببریم دنیا خشمگین نشه از کشتن اینا. امروز درباره فلسطین رو میگه، دیروز درباره افغانستان میگفته. اصلا کسی نبوده اون موقع، شبکه اجتماعی به این شکل گسترده نبوده، تلفن همراه نبوده که 20 سال پیش برن ببینن اینا تو افغانستان دارن چیکار میکنن. بعدن مثلا یه شاهزاده پیدا شد تو انگلستان، قضیه مال هم یکی دو سال پیشه، کتاب نوشت گفت آقا من رفتم اونجا 40 نفر رو کشتم. 40 نفر تو افغانستان زده کشته، نه از نیروهای طالبان و القاعده. عراقش به همینطور، دیگرانش به همینطور. اینا نگران این که ما کشته بشویم نیستن، نگران اینن که چجوری ما رو بکشن که دنیا خشمگین نشه. این بزرگترین نوع بی‌عدالتی است که برای مردمی که در غرب آسیا دارن زندگی میکنن اتفاق افتاده. من طولانی‌ترش نمی‌کنم. همه اینها و همه آن چیزهایی که امروز می‌بینیم نشان از این دارد که حقایق میدان تغییر خواهد کرد.
اگر مقایسه بکنید با گذشته که همه این کارها رو میکردن کسی صداش در نمیومد و امروزی که ماجرا متفاوت شده، هم افکار عمومی دنیا رو نمیدونه چیکار بکنه، هم با ضرباتی که مقاومت در میدان به اینها میزنه و کارهایی که میتونه انجام بده و چالشایی که برای اینها به وجود آورده از یمن تا جای دیگر با اینها نمیدونه چیکار بکنه، هم با اینکه میفهمه اینا میتونن قدرتمندتر بشن و اصلا مسیرشون همینه. طولانی‌ترش نمیکنم. به یاری حضرت الله، آن چیزهایی که امروز در منطقه میبینیم نوید یک آینده متفاوت برای همه ما و برای منطقه ما را خواهد داشت. اگر نکته‌ای داشتید، بحثی بود، چیزی بود در قالب پیام برام بفرستید، کمک بکنید که گزارش با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.